دوستان سلام. بعد اینکه رئیس جمهور آمریکا تو سازمان ملل کاسکوزه نظام ولایت رو به هم ریخت، عظما دچار افسردگی شده. میگن تا اسم سازمان ملل رو میارن تلخی زهر بیحالش میکنه، جیغ میکشه و این حسن کلید ساز رو نفرین میکنه. اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای داشتم و دارم و مکرر با خود مسئولین در جلسات خصوصی خلوت جلوت مطرح کردم همینه. من میگم ما اشکالی نداشت مذاکره کنیم، مذاکره اشکالی نداشت، منتها در این مذاکره بایستی دقت و مراقبت لازم انجام میگرفت تا اینجور نباشه که طرف مقابل هر غلطی خواست بکنه نقض برجام محسوب نشه، ما اگر یه مختصر تکونی بخوریم نقض برجام محسوب بشه. این خطاست، این نباید اتفاق میافتاد. بله همینطوری که ملاحظه کردین، عظما زود یادش میافته که خودش اجازه اون لعنتی یعنی برجام رو صادر کرده و اونو امضا کرده. اون وقته که میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بعد میاد درستش کنه، خرابتر میکنه و به جای ابرو چشمشم داغون میکنه. با دنیا کار باید بکنیم، حرفی نداریم، الزاماتی هم داره. کار کردن با دنیا قهرن الزاماتی داره، اون الزامات رو هم قبول میکنیم، به دوش میگیریم، منتها تکیه به خارج نمی کنیم. بله این همون هچلیه که موجی تیبیریش میگفت نظام توش افتاده. عظما که داره دیوونه میشه از این وضعیت که میبینه گوشه رینگ افتاده و به قول خودش حتی مختصر تکونی هم نمیتونه بخوره چون نقض برجام محسوب میشه، لذا شروع میکنه به پارس خوابیده. شنیدی نطق ابلهانه این رئیس جمهور آمریکا رو در سازمان ملل و دیدید حرفایی که لابد شنید یا مستقیم یا غیر مستقیم این حرفا رو دیدید، از ادبیات بسیار زشت و سخیفی استفاده کرد، ادبیات کانگستری، ادبیات کابویی و تهدیدهای بیمعنی و غلط و تحلیل‌های 100% غلط‌تر، نطق پر از خلاف، پر از دروغ، شاید 20 تا دروغ واضح تو این سخنرانی وجود داشت. اوه 20 تا دروغ واضح. خب نظام در مقابل دروغا چی کار میکنه؟ نمیگی یا چیزی نداری بگی؟ بالاخره طرحی، چیزی، اقدامی، چکی، لغتی. آمریکایی ها وقتی از اصلاح برجام سخن میگویند طبعا نظر به بدتر کردن آن دارند و گزینه های این موضوع هم از همین حالا علنی شده و روشن است. اما متقابلاً آنچه آقای روحانی گفته این است که اگر آمریکا از برجام خارج شود ایران گزینه‌های خودش را خواهد داشت. نه آقای روحانی و نه تیم او هرگز علناً نگفتند این گزینه ها دقیقاً چیست. مگه عظما گفت گزینه چیه که حالا شیخ فری بگه؟ شیخ فری و عظما موندن کدوم خاکو بریزن رو سرشون؟ به این میگن وضعیت هچل و مخمسه و هوک چپ و راست خوردن گوشه ریگ. فعلا خدا نگهدار. Oh.